سلام، خوب هستین؟ زنده باشین استاد جان. شما بخیر اومدین؟ بخیر باشین. ها سلامت باشین. درس دیروز ما درس چندم بود؟ درس 37. آفرین. موضوع درس ما چی بود؟ بیمارش بود، توجه به مادر صحب مادران در دوران حاملگی بود. آفرین. خب گفتیم امو در دوران حاملگی از کدام غذا باید استفاده کنه؟ سبزیجات، ماهی. آفرین. غذاهایی که دارای ویتامین باشه. آفرین. خب آفرین. 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 خب خب بله، ور نداره نه؟ خب اینجا کارخانگی تا نوشته کردین؟ بله. آفرین. آفرین. خب درس امروز ما درس 38 صفحه 179. تصاویر کتاب ببینین. در این تصویر چی میبینین؟ در اون تصویر و در اونجا بطر معلول و وارث هست. آه اینی معلول و وارث هست. اینجا هم ترس تحییش گفته؟ میخوره در گلاس هست. آه اینجا میخوره. اینجا آه این تفلک چی شده؟ اینجا مریض شده، غذاهای کثیف استفاده کرده. خب کس از محلول اورس تا جور کرده در خانه خود؟ ما پاکت اکش میگیریم ساده از بازار. خب خب فرم چهار گلاس آب جوش. آفرین. آفرین. خب خود درباره از این فهمیدیم، امی متن نمیخونیم، متوجه باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. مرض اسهال. عنوان: اسهال مرضی است که معمولاً اطفال سالانه چندین مرتبه به آن مبتلا می شوند و اکثراً بعد از 3 تا 5 روز خوب می شوند. به دلیل ضایع شدن آب و نمک های بدن، اسهال ممکن است باعث مرگ شود. برای طفل مصاب به اسهال دادن مایعات مانند ORS، شیر مادر، آب برنج، چای کمرنگ و آب جوش داده شده بسیار مفید است. در حین اسهال برای اطفال شیرخوار، مادران باید به تعداد دفعات بیشتری به طفل خود شیر بدهند. در جریان اسهال و بعد از آن به طفل به مقدار کم ولی به دفعات بیشتر غذا داده شود تا طفل دچار سوء تغذی نشود. همسایه ما طفل اشتصال شده شیر نمیتم، یعنی شیر بکن باز نگرداند. آه خوب نیست. خب ام متن باز برتان میخوانم؟ یک جای میخوانیم. یک جای سیز. خب بخوانیم. مرض اسهال. مرضی است که معمولا اطفال سالانه چندین مرتبه به آن مبتلا می شوند و اکثرا بعد از 3 تا 5 روز خوب می شوند. به دلیل ضایع شدن آب و نمک های بدن، اسهال ممکن است مرگ شود. برای طفل مصاب به اسهال دادن مایعات مانند ORS، شیر مادر، آب برنج، چای کمرنگ و آب جوش داده شده بسیار مفید است. در حین اسهال برای اطفال شیرخوار، مادران به تعداد دفعات بیشتری به طفل خود شیر بدهند. در جریان اسهال و بعد از آن و طفل و کم به دفعات بیشتری غذا داده تا دچار سوء تغذی نشود. آفرین. خب درباره مرض اسهال گپ زدیم، گفتیم زیادتر طفلا چی میشه؟
دست حال مصاب میشه در این مرض و گفتیم از محلول اوارس استفاده کنن خیلی خوب است. و همچنان دیگه چی؟ از کدام غذاها؟ از مثلا از چای کمرنگ، شیر مادر، آب استفاده کنن. دیگه از چی؟ از آب برنج میتونن استفاده کنن. بله، آب جوش دادن میشه که استفاده شوه. خب، و کسایی که مثلا در مرض اسهال است، خوب است که به زودترین فرصت به شفاخانه مراجعه کنن تا زودتر خوب شوند، نه؟ بله. آه. مادران باید شیر بتازید زودتر. آه. آب بدنشان. آفرین. آب بدنشان کم میشه. خب. در این متن ما کس میتونه بگویه که ایجا اسهال چند بار آمده؟ یک بار. آفرین. حساب کنین میتون. پنج بار؟ خب اینجا ما هم نشانی میکنم ببینیم. آفرین. نه از حال دیگه خط سوم دیگه ایجا ماست دیگه ای جمع است. آفرین. دوز پنج بار اسهال پنج بار در ایجا آمده و این نکته مهم و مزدگه نه؟ اسهال در این متن ما. آیا کس میتونه بگویه بر ما که آیا مایعات در این متن وجود داره؟ بله آمده مایعات خوانده بودیم با شما بخوانیم دیگه معلوم شد. خیره بخونید. خط چندم؟ اول دوم سوم چهارم. آفرین. در خط چهارم است. در خط چهارم نه. یک دو سه دادم. باز از دادم. آفرین. مایات در اینجا آمده. خب. آیا کس میتونه بگوید در خط اول بعد از اسهال کدام کلمه است؟ بله. مریضی. مرضی. اسهال. آفرین. مرضی. اینه اینجا. اینی مرض است نه؟ مرض را ببینین بخش بسازیم. مرضی. 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 آفرین. مرضی. سه بخش. مرضی. شش تا. شش. آفرین. شش صدا داشت. چند بخش بود؟ مرضی. سه بخش. مرضی. یا صدای کی داشته اینجا ای؟ بله. خب اینجا یا صدای ای را داره نه؟ اینجا است هم خود در درسای گذشته خیلی آمده؟ آه است زیاد آمده نه؟ کس میتونه بگوی مصاب دهی است؟ در متن؟ مصاب و معنیش هم استاد جان بگوی نیش مصاب چیست؟ مصاب یعنی مبتلا. خب من مرض گرفتار میشه. آه خب مصاب در خط چهارم. آفرین. اینه اینجا مصاب. بخش بسازم. مصاب. مصاب پنج تا نه؟ مصاب دو بخش. مصاب پنج صدا داشت نه؟ دو بخش پنج صدا. خب اینجا کس بر ما میتونه بگویه زای چی مونو؟ از دست دادن چیزی را کلتس بیدید. آفرین. زای یعنی از دست دادن نه؟ خب اینجا او آر اس در کدام خط است؟ او آر اس در خط چهارم. او آر اس. آفرین. در می آخرش آمده نه؟ دفعات. دفعات. ده کجا؟ ده کجا متن؟ آفرین. دفعات. آه اینه. دو بار آمده نه در متن؟ آه اینه. ایجام آمده ایجام. دفعات. اسهال. اسهال که از بخش میتونه بسازه؟ هجام بخش. آفرین. اسهال. 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 آفرین.
400 دادم. آفرین. دو بخش 400. آفرین. خب اینجا 500. اس هاله 5 5 صدا داره اظهار. چای کم رنگ ده کجاست؟ چای کم رنگ مونومی جامعه ده خط 5 مست. آفرین. ده خط بعد از آب زرنج اینا اینجا 1 2 3 4 5 اینجا چای کم رنگ. خب آیا کس میتونه بگوید در متن چند بار طفل آمده؟ طفل؟ آه حساب کنیم ببینیم یکی اطفال آمده استاد جان در خط اول در خط چهارم یک بار آمده؟ چهارم یک بار طفل آمده در خط پنجم ششم اطفال آمده؟ آفرین اطفال آمده خواه؟ خط اول طفل آمده خواه؟ اشتوم هم طفل آمده چهار بار استاد آمده؟ خواه دمیجا بر من بگوین که من نشانی کنم بگوین اطفال ها اطفال جمعش است نه؟ دیگه خط چهارم آفرین دیگه در خط ششم استاد برای اطفال دیگه پایینشم یک طفل است نه؟ مفرد طفل کلمه مفرد است اطفال جمعش است نه؟ خب سیارا نیستو خب خوب خیلی دیگه میتونین محلول و اوارسم جور کنین آفرین آفرین خب دیگه مشکل ندارین در درس خب در خانه یک ذره بخون نمی املایشم کار کنین خیلی در بخش بعدی کتاب ما اینجا دو تا کلمه است استفاده آشامیدنی هر دویش چی میکنیم در اینجا در تخته جدول رسم میکنیم بخش میسازیم اینجا ببینین دو تا جدول رسم کردیم در ادامه امو درس مانه استفاده آشامیدنی دو تا کلمه است بخش میسازیم هجا میسازیم استفاده 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 آفرین سعی کنید نرو صداهاش استفاده آفرین استفاده خواه دیگهش آشامیدنی آشامیدنی چند تا؟ پنج آفرین پنج بخش بود نه ببینین آش آ می د ا ن ای نو تا نو صدا داره نه خب اینال امرای خطکش نشان میتون ببینین استفاده استفاده آفرین ا س ت ا ف آ د ا اینجا صدایشه آشامیدنی آشامیدنی اینالی چند بخش بود؟ پنج تا نه؟ اینال صدایشه آش آ م ای د ا ن ای آشامیدنی نو تا آفرین کلمه استفاده آشامیدنی هر دوش هم بخش شد و هم هجا ساختیم کسی مشکل نداره؟ ندارین مشکل؟ خب اگه کدام سوال دارین میتونین بپرسین سوال ندارین؟ خیلی دمی صفحه صفحه 181 ادامه صفحه پایین ببینین دمی صفحه نام هر تصویره در کتابایتون نوشته کنین و پشت سرشون یک جدول از امی کلمات و صداهایش نشانی کنین کدام مشکل نیست؟ خداحافظ خداحافظ